خاطر مشتبه صوفی هستم، امید دارم خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو میخوام در مورد فواید قهوه براتون صحبت بکنم، شاید یا پای باشه که نشنیده باشین فید باشن. در قدم اول به چند فایدهش اشاره میکنم دوست عزیز، با در مورد اضرارش هم میگم قهوه زیاد بخورین چی اضرار براتون وجود میاره. اول باید بفهمیم قهوه یک پری ورکاوت بسیار خوب به ورزشکارای پرورش اندام است. مثلا با تو بیشتر تمرین قوی تر کرده بتونن، وزن بیشتر بلند کرده بتونن، اینا پری ورکاوت میخورن. قبل از تمرین یک پودر استفاده میکنن، مشکل مختبا نام C4 هم مشهورترین C4 است. دقت کرده باشین کسایی که خوش ندارن که از پری ورکاوت استفاده بکنن و از طرف صبح تمرین میکنن، بهترین پری ورکاوت برشان قهوه میتونه باشه. قهوه تلخ یک استیمولنت بسیار خوب است، محرک عصب مرکزی است، سنترال نرف استیمولنت است، برای زنها خیلی کمک میکنه. یک موضوع دوم، دانشمندان ثابت ساختن کسایی که روز دو گلاس قهوه میخورن عمرشان درازتر است، به خاطر از اینکه کسایی قهوه میخورن از صدمات ناشی از سکته های قلبی و مغزی در امان میباشن و بیشتر از شکر 92 جلوگیری میکنن، مصرف گلوکوز تنظیم میکنه در بدن ما شما، بالاخره سبب میشه تا ما به شکر 92 مبتلا نشیم. از همه چیز مهمتر، برای کسایی که الزایمر یا دیمنشا زوال عقلی داشته باشن، باز خیلی کمک میکنه. روز دو گلاس قهوه خوردن به شما این امکان میده که شما زوال عقلی کمتر به مواجه شین با زوال عقلی. و کسایی که عدم کفایت قلب داشته باشن، باز خیلی کمک میکنه. عدم کفایت قلب مریضی است که قلب درست پمپاش کرده نمیتونه و ضعیف میشه. همچنان از مریضی پارکینسون جلوگیری میکنه. پارکینسون یک مریضی است که شما دقت کرده باشین که محمد علی کلی یا کاسیاس کلی که نامش بود، باز بعدن به محمد علی کلی تبدیل شد وقتی مسلمان شد، او دستاش میلرزید. اینو میده میگن پارکینسون دیزیز یا پایزی پارکینسون. باز میگن که وقتی بندون جان هاپکینز در تحقیقات گفته که کسایی که قهوه میخورن این تکان هایشون کم میشه، کسایی که این مشکل فامیل که داشته باشه میتونه با گرفتن قهوه مثلا مشکل چیش کم کنه، می فشارهایی که از این پارکینسون وجود میاد تکانش کم میکنه. دیگه با کسایی که مشکلات کبد یا جگر داشته باشن، انزایم جگرشون بالاست، قهوه یک دوست خوب برای جگرتان از دوست عزیز. برخلاف تصور یک آنتی اکسیدانت بسیار خوب است و جالب چیز که سرطان کولون روده های بزرگ جلوگیری میکنه، به خاطر که دانشمندا ثابت ساختن در هر 23 خانم یکیشون به سرطان کولون یا روده مبتلا میشن. و کسایی که خانمای روز دو گلاس قهوه نوشیدن میکنن یا مینوشن، 26% کمتر به مشکل سرطان کولون مواجه میشن، به خاطر که این از تخریبات دی ان ای یا یک چیزی که از داخل یک ماده بسیار مهم در داخل هستی حجرات ما شما به زبان ساده بگویم به نام دی ان ای یاد میشه، که خواص سلسله انتقال میده و یک زنجیر داره به شکل هلیکس. اگه شما دقت کرده باشین و تصاویرش دیده باشین، این زنجیر از تخریب جلوگیری میکنه، میونه تخریب شه. وقتی که دی ان ای تخریب نشد از سرطان جلوگیری میشه، زمانی که دی ان ای اوجا تخریب میشه زمینه به سرطان مساعد میشه. همچنین باعث قوی تر شدن دی ان ای ما شما میشه واسه سرطان کولون است. براتون گفتم از اول عقلی واسه ما جلوگیری میکنه. سکته مغزی بسیار مهم است دوستان، متوجه باشین جلوگیری میکنم. کسایی که در خطر اول حوادث سکته مغزی هستن، مثلا مشکلات را که میخوان که مواجه نشن، قهوه برشان خیلی کمک میکنه، باعث طول عمرش میشه که طول عمرشان دراز بسازه. و جالبی است که اگه شما از دو گلاس قهوه بیشتر میخورین، ممکن است که با ضربان قلب شما ببره بالا، فشار بلند ببره بالا، فشار خونه و بیخواب بشه شما را بسازه و از همه چیز باعث استراب میشه. از دو گلاس قهوه بیشتر نخورین و فراموش نکنین قهوه دوست قلب از دوست عزیز. روز دو گلاس قهوه حتما بنوشین.